محمد صادق کوشکی کیست؟ یکی از اصولگرایان و کسانی است که ذوب شده در خامنه ای است و وقتی که به چهره این شخص نگاه میکنی خباثت و بدذاتی و دیو صفتی رو از چهرش میتوان فهمید. صادق کوشکی بچه آباده استان فارس هست و در حال حاضر دانشگاه تهران او رو به عنوان استاد و دکترای اندیشه سیاسی میشناسد و در قامت مدرس در تلویزیون هم گاهی میاد و صحبت میکنه و همه رو تخریب میکنه و امروز هم در برنامه همین شخص یعنی صادق کوشکی اومده و به هنرمندان قبل از شورش 57 توهین میکنه و اونها رو زیر سوال میبره. اما این شخص، این آدمی که متولد 1350 است، یعنی وقتی که شورش انجام شده 7-8 ساله بوده این آدم، حالا آمده چه پست هایی رو بهش دادن، علوم سیاسی، معارف اسلامی و بعدم دکترا بهش دادن و در دانشکده صدا سیما هم رفته، اونجا هم دکترای علوم انسانی میگنگار اونجا هم تحصیل کرده و یکی از عباشان صدا و سیماست که همیشه هر وقت بخواهند کسی رو تخریب کنند، خراب کنند، این شخص وارد میدان میشه و از ذوب شدگان خامنه ایست و در دانشگاه صادق هم اونجا تحصیل کرده. دانشگاه صادق هم مال پاسدار است. احتمالاً این پاسدار بوده قبلا، کمیته ها بوده، چون قیافش میخوره که از کسانی که در کمیته ها و پاسداران در شروع سال 57 وارد شدن. حالا این بعدها اومده، یعنی مثلا 10 12 13 14 ساله بوده وارد بسیج و چیزا شده و وارد تیم خامنه ایست. حتی با صادق زیبا کلام هم که اون هم مزدور رژیم هست اما در بخش اصلاح طلب با هم به مجادله پرداختن در تلویزیون. این شخص 1377 هم مدیر دفتر هنر و ادبیات مرکز اسناد انقلاب اسلامی شد و تا سال 1384 هم در این مسئولیت قرار داشته، یعنی در اصل در تألیف کتابهای درسی هم این شخص مزدور همکاری کرده و همکاری میکنه. به اظهار نظرهای کارشناسی هم در سال 89 در واکنش به حرفهای اسفندیار رحیم مشائی که در باب مکتب ایرانی صحبت کرده بود آمد و نقد کرد و حتی دولت حسن روحانی رو به چالش کشید و در سال 93 هم اومد گفت ما شهید ندادیم تا آمریکا کت خدای ما باشد، هزاران کودک ما یتیم شدند و اینگونه نبود که توان نظامی کشور رو زیر سوال ببریم. به هر حال آدمی هست سفسطه‌گر، میاد و صحبت میکنه و در مقابل اصلاح طلبا جبهه‌ای هست که دو جبهه مردم رو سر کار میذارن و سرگرم میکنند، با اصلاح طلب و اصولگرا مردم رو سرگرم میکنند تا بتونند بچاپند و بدزدند و کشور رو به این روزحالی که هست برسانند. در آخرین صحبتی که این شخص کرده در رابطه با سوسن خواننده و پریسا خواننده قبل از شورش 57 هست، در حالی که 21 دی ماه سال 98 هم همین محمد صادق کوشکی در نزدیکی های انتخابات مجلس که میخواست رأی جمع کنه رأی بهش بدن، در برنامه جهان آرای شبکه افق در قامت کارشناس و استاد دانشگاه اومد حمله کرد به رخشان بنی اعتماد و صحبتهایی کرد که بسیار زننده بود و جامعه هنری رو آزرد خاطر کرد. وی در اون برنامه گفت خانمی که میایی فراخان میزنی میدونی که اگر دست عبدالمالک ریگی به تو برسه دخترت، منظورش باران و کوثری، و کس و کارت حسابی بهشون میرسن. میدونید چی میشد؟ شاید شما خوشتون بیاد اما مردم خوششون نمیاد. و حرفایی از این دست زیاد زده. حالا به حرفای تازش که درباره سوسن عزیز و پریسا دو خواننده متفاوت در قبل از شورش و جزو خوانندگان مردمی و موسیقی اصیل هستند رو بشنوید.
شما ببینید آقای پرویز پرستویی مشهورتر و محبوبتره یا اون فردی که من حیا میکنم اسمشش رو ببرم که وقتی ازدواج کرد دختران بیشماری گریان در فضای مجازی آمدن که من از این مرگ بعد از این ازدواج این آقا میخوام مرگ رو انتخاب کنم. هزار بار پرویز پرستویی از اون فرد هنرمندتره. شما عباده این من میگم. من میگم محمدزای گلزایی چهره محبوبه تو این کشور، قبول اجازه داریم؟ اجازه بدید دو تا با من بیان، میخوام این کمک کنه ها. من میخوام بگم اگر محبوبه، اگر کسی مشهور شده در وهله اول و شاید محبوب، به واسطه شایستگی های هنری الزاماً نبوده، ولی اون آدمی که نه واقعا در بازیگری شایستگی خاص داره، نه در خوانندگی، نه در نوازندگی، در هیچ عرصه‌ای ستاره اون عرصه نیست. آخه شاخص این حرف شما چیه؟ من میگم که مخاطبه. اگر هنرمند میگیم، هنرمند ضابطه داره دیگه، بی ضابطه که نیست که. ممکنه یه هنرمند خیلی کم‌مایه بی بضاعت، یه خواننده هستن کم‌مایه بی بضاعت به دلیل مثلا وقاحت در خوانندگی. من از قبل از انقلاب مثال بزنم که کسی یادش نباشه، ما یه خواننده‌ای داشتیم که ایشون سنتی خوان، وزین، سنگین، نه با ملاک‌های شرعی بنده، نه با ملاک‌های اون زمان اخلاق جامعه، و فرد وفادار به اخلاق خانوادگی بود و در هنر خوانندگی موسیقی اصیل ایرانی ایشون یه در واقع هنرمند بود. این آدم یه طرف، یه خواننده‌ای داشتیم که خواننده کاباره‌ای بود. حالا من به خاطر شأن صدا و سیما این ایام اسم این دو نفر رو الان دارم فکر می‌کنم بگویم یا خیر. مثلا اون نفر اول خانم پریسا بود، این نفر دوم خانم سوسن. خب مشتری‌ها و عرصت حضور شما که سینه چاکان اون سوسن خیلی بیشتر بودن، اما اصلا این دوتا قابل مقایسه نبودند. یعنی یه فردی بود که لحاظ هنر موسیقی واقعا هنرمند بود. توجه فرمودید؟ از نظر من متشرع گوش گرفتن به صدای دوتاشون هم حرام بوده و هست، اما او فردی است که هنرمند بود از نظر اساتید موسیقی، از نظر علم موسیقی. اون یه نفر به قول موسیقیدانا شاید همش فالش میخوند. این که مثلا کسی به خاطر وقاحتش روی سن کاباره مثلا فلان مشتری پیدا میکنه که دلیل. پس ما ببینید اولین نکته که در مورد چهره های مشهور میگیم چهره های مشهور هنری. شنیدید که چقدر بیشرم و چقدر مزدورانه آمد و سوسن هنرمند رو که بسیار مردم دوستش دارند، بیمارستان ساخت در کرمانشاه به خاطر ایرانیان، به خاطر مردم، اما خودش در فقر و بدبختی و نداری حتی پول نداشت که دستش شکسته بود بره بیمارستان و دستش رو مداوا کنه، از دنیا رفت. بعد این آدم های بیشرم دزد قالطاق که نگاه به چهرهشون میکنید شرارت و خباست ازش میباره و اگر شب به خواب کسی بیان اینها آدم زهر ترک میشه و میترسه، از خواب میپره. اینها میان در تلویزیون، تلویزیونی که پولش و ملت دارن میدن، تلویزیون ملت ایران میاد و این حرفها رو به خوانندگان و هنرمندان ما میزنه. بسیار انسان بیشرفی است. وقتی مردم در خیابان شعار میدن بی شرف برو گم شو، بی شرف برو گم شو، به اینها میگند. و اشخاصی مثل این کوشکی و دیگر آدمهای قالطاق و اراذل اوباش واقعی اینها هستند و مردم از اینها بیزارند و امیدواریم که در 25 شهریور اینها رو مردم به زباله‌دانی تاریخ بریزند.